سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. اسکات کارپنتر یکی از معدود فضانوردانی بود که به دلایلی خاص تنها یک بار به فضا پرتاب شد. داستان عجیب اون تا سالها از رسانه ها مخفی نگه داشته شد. فضانورد شدن تقریباً آرزوی هر کسیه و بسیاری تمام زندگی خودشون رو وقف این موضوع می کنن. اسکات کارپنتر دقیقاً یکی از همین افراد بود. کارپنتر متولد 1 می سال 1925 در کلرادوی آمریکا بود و با توجه به استعداد ذاتی خودش در خلبانی تونست به عضویت نیروی هوایی آمریکا در بیاد و مراحل ترقی رو به سرعت طی کنه. کارپنتر در اواخر جنگ جهانی دوم دوره آموزشی خودش رو در هاوایی گذروند و به ژاپن اعزام شد. اما هرگز در جنگ شرکت نکرد و پیش از اعزام کامل تیم اونها جنگ جهانی دوم به پایان رسید. پس از بازگشت به آمریکا، اسکات در دانشگاه کلرادو مهندسی هوافضا خوند. اما پس از مدتی درس رو رها کرد و دوباره به سمت علاقه خودش رفت. کارپنتر در تست‌های ورودی ناسا شرکت کرد و قبول شد و در سال 1959 به عنوان یکی از 7 عضو اصلی مأموریت مرکوری انتخاب شد. اسکات همواره یکی از اعضای اصلی و مهم پروژه‌های فضایی آمریکا بود. اما اتفاقی که برای او در تنها مأموریت فضاییش پیش اومد، پس لرزه‌های بسیار عجیبی رو برای او و بعدها جهان به همراه داشت. در 24 می سال 1964 ناسا قصد ارسال دکی سلتن رو برای انجام چند مأموریت و مانور به فضا داشت که به دلیل بیماری این مأموریت به اسکات رسید. اسکات در نهایت در تاریخ ذکر شده و به وسیله موشک اطلس 7 و مأموریتی که اورورا نام گرفت به فضا پرتاب شد. اون پس از این پرتاب به عنوان دومین آمریکایی که در مدار زمین گردش کرد و اولین آمریکایی که در فضا اقدام به خوردن غذا کرده بود، تونست نام خودش رو جاودانه کنه. مأموریت اسکات اجرای 5 آزمایش و مانور در فضا بود که حدوداً 3.5 ساعت به طول می انجامید. مأموریت اسکات کارپنتر تا پیش از اتفاقات عجیب آخرین مانور او، موفق ترین مأموریت فضایی ناسا بود و بدون هر نقصی پیش می رفت. اما در دقایق آخر مأموریت اسکات اتفاقات بسیار عجیبی پیش اومد. کارپنتر در حالی که کنترل کپسول فضایی خودش رو از حالت اتوماتیک خارج کرده بود، با ارسال پیامی به ایستگاه زمینی عنوان کرد که اینجا کرمهای شبتاب پرواز میکنن. این کار کارپنتر موجب شد کپسول فضایی با سرعت بسیاری از مدار اصلی خودش خارج بشه. البته بد نیست بدونید که پیش از کارپنتر، جان گلن و فضانوردان روسی هم چنین ادعایی رو مطرح کرده بودن، که البته بعدها مشخص شد این لکه های براق تکه های بسیار کوچک یخ هستن. اسکات چند ثانیه بعد عنوان کرد که من نمیخوام به زمین برگردم و این جمله تمام ناسا رو شوکه کرد. کارپنتر در حالی که در حال از دست دادن سوخت بود، مشخصا به دنبال جسمی ناشناس در حال دور شدن از زمین بود و تنها چند دقیقه با گم شدن ابدی در فضا فاصله داشت. در نهایت تیم روانشناسان ناسا موفق شدن کارپنتر رو از ادامه کار خودش منصرف کنن. مشکل بعدی اما این بود که با توجه به خارج شدن کپسول از حالت اتوماتیک و کاهش سوخت، اسکات کارپنتر باید به شکل دستی کپسول رو وارد جو زمین می‌کرد که کاری بسیار سخت بود. اما اسکات با توجه به استعداد ذاتی خودش موفق به انجام این کار شد و با فاصله‌ای 80 کیلومتری از محل تعیین شده برای فرود در اقیانوس فرود آمد. کارپنتر در حالی که مأموریت خودش رو به طور کامل انجام داده بود، دیگه هرگز برای مأموریت دیگه‌ای انتخاب نشد. چرا که رئیس تیم عملیاتی ناسا پس از فرود او گفته بود
کارپنتر یه کابوی دیوونه است. به خدا قسم دیگه نمیذارم رنگ فضا رو ببینه. کارپنتر پس از اخراج از مأموریت‌های فضایی ناسا تبدیل به یکی از موفق‌ترین غواصان محقق تاریخ شد و کشفیات بسیاری رو در اقیانوس‌ها انجام داد. در سال 2002 در یک مصاحبه تلویزیونی در آمریکا عنوان کرد: ناسا دروغ‌های زیادی به مردم گفته. فضا بسیار متفاوت تر از چیزیه که میگن. من از کارم پشیمون نیستم و اگر بتونم بار دیگه به فضا برم، این بار بر نمیگردم. حادثه‌ای که برای کارپنتر پیش اومد و دلیل اصلی تلاش او برای خروج از جو زمین و تعقیب جسمی خاص هرگز مشخص نشد و در اواخر دهه 80 میلادی بود که این داستان در رسانه‌ها منتشر شد، چرا که تا اون زمان دلیل بازنشستگی کارپنتر که یک قهرمان ملی هم بود تصادف با موتورسیکلت عنوان شده بود. اسکات کارپنتر بدون اینکه راز این معما رو فاش کنه در سال 2013 درگذشت. چه دلیلی میتونه باعث شده باشه که اسکات کارپنتر بخواد در فضا بمونه و هرگز به زمین بر نگرده؟ نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. به یاد داشته باشید، هر هفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با یک برنامه جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و شاد باشید.